دورد بیکران پاینده ایران امیدوارم حالتون خوب باشه نمیدونم واقعا مسئل یه رو ناراحت میکنه ما الان تو شرایطی هستیم که دارن سر استان سیونی که ارمنستان معامله میکنن بازی پیچیده است الان خانم نانسی پولیسی رفته اونجا ما داریم بررسی میکنیم داستان چیه نانسی پولوسی برگش، گفته ما نمیذاریم حالا الان موزه بر برنا... نمیذاریم استان سیونیکو باکو بخواد بگیره چرا اینو گفته حرفی رو داره میزنه که تو ما دنبالشیم چرا داره اینو میگه اینا رو بعد بیایم روشنگری کنیم داستان از اون و جنگ به بحث تاجیکستان و قرقیدستانه حضور ما در شانگهای دیدار های دیدارهای مهم ابراهیم رئیسی همه اینها و مسائل بسیار گسترده و از اون بحث جهاد تبیین بحث این جذب کردنه یک دفعه ستاد امر به معروف و نهی ازمون کرد جلسه گذاشتن این هم عکس جلسه شونه بلند شدن رفتن با رئیس این اصناف شغل های اینترنتی اینا گفتن بشینید میخوایم باهاتون بشینیم صحبت کنیم یه جلسه گذاشتن که همین هفته برگزار شده یه عکس هم بیشتر از توش بیرون نیامده همینه چند تا از این شغلای اینترنتی رو آوردن و گفتن که آقا جان این چه ورزشه ما حمایتتون میکنیم ما رانندگانی که مثلا مثل همین رانندگان اینترنتی که زنگ میزنید اینترنتی مثلا تاکسی میگیرید اینا ما حمایت میکنیم که اگه زنی بی بود طرف از ماشین بندازه بیرون قرار دادن مردم در برابر مردم بعد این برگزار شده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و و چند شرکت مهمم آوردن و باهاشون جلسه گذاشتن در سایت تویش دیگه قطع نمیشه عزیزم همه چی اوکیه من دارم اینجا خودم چک میکنم قطی قطعی نداریم دیگه اگه هست دیگه مشکل سایت توییچه چون از سمت ما دیگه مشکل نیست میتونن دوستان حالا از طریق تلگرام هم داریم پخش میشیم حتی بعد برنامه در یوتیوب هم میان من بعد اینا رو ضبطش کنم جلسه برگزار کردم و این آقای آخوندی که اونجاست خیلی هم گشتم عکسش رو پیدا کنم یه عکس بیشتر پیدا نکردم که اینه که اگه خودش باشه مطمئن نیستم یه آخوندیه که چیکار است ایشان ایشون آقای سید میسم موسوی نژادیان هستن سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر من یه چیزی رو بگم گرفتم روتون پیداتون میکنم دونه دونه یعنی در کنار این براندازان که دشمنان وجودی ایران هستن با شما ایزان ستاد امر به معروف و این جو چرت پرتا هم کار دارم یعنی ستاد امر به معروف الان فعلا که قتل در معروف مردم در برابر بر بر مردم قرار گرفتن معروف تحقیر معروف فضولی در معروف آقای به نام سید میسم موسوی نژادیان همین آقای آخونده تو این عکس که من هر چی سرچ کردم چیزی پیدا نکردم جز این یه دونه عکس حالا نمیدونم این یه دونه عکس متعلق به همین سید میسم موسوی نژادیان هست یا نه احتمالا 90 درصد خودشه اما چون مطمئن نیستم همین عکس نشون میدم یه دختری هم که اونجا مال یک سنف دیگه یه، همه رو آوردن اونجا و ایشون گفته که آقا میدونی داستان چیه صحبته که ایشون کرده که ایشون, جز ایشون سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گر... گریه ستاد امر به معروفه یعنی قتل به معروف فضولی در معروف اینا میگه که به حمایت قاطع ستاد میگه به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر متعهد هستیم یعنی کسایی که میرید فضولی میکنید تو زندگی مردم ما ازتون حمایت میکنیم ببین شما به خاطر همین داستان تا دا چند تا بسیجی کشته شدن بسیجی اومده فضولی کرده که آقا اینجا چرا دارید مثلا مشروب میخورید یا اینجا چرا دارید مثلا بی دوست پسر دختره ناراحت شده رفته پسر بسیجی رو زده کشته یه خانواده بسیجی اینجا الان چی شدن؟ از دار شدن. اون یکی خانواده هم که الان پسرشون قاتله گرفتار دادگاه شدن. یعنی قرار دادن مردم در برابر مردم. آیه میسم موسوی نژادیان داره میگه هر چی تنفر دارید سر داستان محسا امینی و غیر و اینا بیچاره نیروی انتظامی خودش قربانیه. سر این جماعت باید خالی کنید. میگه به حمایت قاتل ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر متعهد هستیم. تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نماید اومده به سنف تاکسیان اینترنتی میگه آقا جا حمایت کنید اگر راننده تاکسی شما کسی رو مثلا بی کرد پایین حمایت کنید من یادم یه بار یه داستانی داشتیم با دوستمون با دوست دخترش بود تاکسی گرفتیم مثلا دست دوست دخترش گرفته بود یه بغل معمولی کرده بود راننده تاکسی که آژانس گرفته بودیم ما رو پیاده کرد تو میدون فردوسی ما رفتیم این دختره رو رسوندیم بعد من با این دوستم رفتیم تو اون چیز آژانس یه کتککاری حسابی را انداختیم برای تحقیر شده بودیم به تو چه ربطی داره دست دوست دخترش تو به تو چه تا آدم نمیفهمه حالا نگاه کنید داره میگه حمایت هم باید بشن این اگه راننده تاکسی فوزولی کرد که تو چرا دست آقا زنه راضی مرد راضی تو خفه شو. ادامه میده میگه تاکسی اینترنتی ها رانندگان آمر به مرو و ناهی از منکر حمایت نماید یعنی از فضولا فضول محله از کلانترهای محله حمایت کنید این گونه رانندگان باید تشویق شوند نگاه کنید قرار دادن مردم در برای اگر م... یک راننده فضولی کرد دیگه... به دیگران به زندگی دیگران باید تشویق بشه نه اینکه خدایی نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود مملکت هزاران مشکل اینا میخوان مردم رو در برابر مردم قرار بدن نتیجه چی میشه میگه باید گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف اجاب میکنن در اپلیکیشن های شرکت ها پیش بینی شود خدایا ما فکر میکنیم اینا خر مقدسن اینا دیگه گوساله و گاوه مذهبی رو رد کردن اصلا باور نکردنیه دوستی میگه رنگ متفاوت متعب... چیزشون چیه به دلیل تفاوت رنگ عمامه اون تصفیه جلو با رنگ عمامه سفید این فرد نیست آره این هم میتونه باشه پس این تصویر با این تصویر میتونه یکی نباشه من چون سید این مطمئن نبودم پس چون الان یه چیز خوبی رو اشاره کردن دوستان میگن رنگ عمامه متفاوته ولی قیافه هاشون رو از این زاویه که داشتم نگاه می‌کردم شبیه نمیدونم از این مارمولک های آنوسی هر چیزی بگی برمیاد میگه که حالا نفر بعدیشون مرتزا گرجی زاده است هر کاری کردم حتی عکسی ازش پیدا کنم نفهمیدم تو این عکس هم نمیدونم کدومشون احتمالا این باشه که نزدیک نشسته یا شاید هم این نمیدونم یکی از اینا مرتزا گرجی زاده است کیه من نمیدونم مدیر کل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکرم ایزان ستاد امر به معروف نهی از منکرم من شماها رو معروفتون میکنم شما ها بزرگترین دشمنان ایرانید شما قبل از براندازان و تجزیه طلبان خطرناکید معروفتون میکنم چرا عکساتون رو نمیذارید ما درست معروفتون کنیم تو این عکس خودش دستشو بیاره بالا کدومتون مرتزا گرجی زاده است مدیر کل امور سازمان ها و نهادهای مردمی نهادهای مردمی ستاد تحقیر به معروف فضولی به معروف و نهی از منکر میگه بر اساس ماده 34 دستور عمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف یعنی فضولان به معروف و ناهیان از منکر یعنی فضولان از منکر باید از تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کار مجازی باشیم و باید حمایت کنیم این قضیه رو میگه ماده نه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان است بر اساس این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای فضولی به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت به موجب قانون جرم شناخته می شود اصناف رو آوردن اصناف اینترنتی رو تو شرایط فشار اقتصادی به ملت ایران براشون به جایی که کار رو سهل بکنن میگن آقا جان تو این شرایطی که ما الان تو جنگ اقتصادی هستیم کار سهل و اینا رو ولش کو الان حواستون باشه خانم‌ها بی حجاب نباشن گیر بدید به خانم‌های بی حجاب اگر مشکلی پیش اومد ستاد پشتتونه چه چشم اندازی از این داستان متصور هست قرار دادن مردم در برابر مردم دعواها تنشها جنگهای روانی به خاطر چی؟ به خاطر یک اقده, اقده اقدهی پوفیوز مادر به خطا میخوام برم بهشت به و قوانین حالا الهیشون رو اجرا کنن همه رو بندازن به, به جون هم بعد میگن آقا مردم چرا از اسلام ما متنفرن والا من الان همین رو دارم میخونم تمام تنفر من داره همینجوری قلقل میخوره به هر چیزی که شما باور دارید علاج شما من کافرم کسی که انقدر فضوله داره میگه آقا برید امر به معروف کنی حالا نتیجه پایان جلسه چون جالبه در پایان جلسه حضرات تصمیم گرفتن اینا عکس دیگه ای ندارن اینا خیلی تلاش کردیم عکس براشون پیدا کنیم پیدا نکنیم در پایان جلسه هم تصمیم چی میشه به جای که شغلا رو چیز کنن سهل بکنن به جای که ایجاد شغل بکنن سنگم انداختن در نهایت آقا به توافق رسیدن که تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادی ها رو تشکیل بدیم به وجود بیاریم حالا قرار شد تو شغلای اینترنتی یک شورای امر به معروف داشته باشیم فضولی و تحقیر به معروف داشته باشیم همچنین شرکت های اینترنتی هم موظف شدن تا جهت پیگیری مطالبات و گزارشات مردمی رابطه خود را با ستاد چیز کنن در حقیقت یک رابطی رو را برای بخش مردمی را معرفی کنن به ستاد یعنی اصناف اینترنتی یکی دو تا رو انتخاب میکنن به عنوان اینکه رابط باشن با ستاد امر به معروف بابت همین دعواهایی که قرار در آینده رخ بده راننده تاکسی با یه خانومی که مثلا بخاطر که دعواش میشه یک رابط رو معرفی کنن که این رابط با ستاد امر معروف بابت دعواهای آینده ای که ایجاد خواهد شد در تماس باشه بعد میگن آقا چرا مردم متنفرن چرا مشکلات وجود داره اینا چرا محسا بعد میگن آقا نه محسا امینی توته بوده فلان بوده بابا شماها ها روانید شما ها روانید به خدا کل داستان امر به معروف و نهی از ما آقا قرار بود که این اما برم ببین پوفیوزه چی میگن حرام لقمه ها چی میگن میگن امر به معروف برای مسئولینه تماما من دارم بررسی میکنم دوستان در شعار میگن برای مسئولینه ولی در دنیای واقعی فقط زورشون به دختران ما میرسه زورشون به آد... مردم عادی میرسه مسئولینی به مانند خاوریا دارن اینجا قشنگ اقتصاد و نابود میکنن دارن دوزی میکنن حضرات کاری ندارن و خدا میدونه چه بودجایی پشت داستان این امر به معروف و گشت, ارشاد یا کشدار به ارشاده گشت کشداره در حقیقت چه چیزهایی پشت چه پولها و چه بحثایی پشتشه آقا من یه سوال دارم الان این جلسه رو این آقای میسم موسوی نژادیان قشن معروفت میکنم سید میسم موسوی نژادیان الان این آقای سید موسوی نژادیان مجانی اونجا وقت میذاره که بگه مردم و در مردم قرار بدی نه بودجه گرفته بخشی از پول مملکت داره میره برای این ستاد در حقیقت مردم و علیه مردم قرار دادن این ستاد تولید سرباز برای اسرائیل ستاد امر به معروف یعنی چی یعنی تولید سرباز برای اسرائیل با لباس آخوندی در پوشش دقدقه برای اسلام اینا واقعیت هست میگن که قانونه باید به قانون احترام بردهداری هم قانون بوده در زمان شاه هم خیلی چیزا قانون بوده اگه شما میخواستید احترام بذارید که براندازی نمیکردید که مگه هر قانونی را هم بشه احترام میذاره ادرار کردن به این قانونتون عارف نداریم که قانونی که نتیجهش میشه تحقیر دختر ایرانی و حتی قتل دختر ایرانی مگه میشه این قانون شما این مردم و در مردم من سوالم اینه پول این شیرینی نه کجا میار همونجا گذاشتین همین همین یه چای همون آب خوردن با یخ هر چی شما یعنی فقط فی سبیل الله برای دقدقه های امر به معروف و نهی از منکرتون اونجا اصناف و وقتش رو گرفتید دارید صحبت میخواید به جایی که میگن آقا چجوری ایجاد شوق کنیم برای دختر پسرا که برن ازدواج کنن اومدن جلسه گذاشتن که چیکار کنیم دهن دختر پسرا رو سرویس کنیم بعد میگن آقا چرا خیلی ها مخالف نظامن اینا معاندن بابا خفشین معاند دارید تولید میکنید تولید معاندید شما هر چیزی حدی داره ما سالهاست داریم سکوت میکنیم به خاطر منافع ملی ولی حدی داره قربونت برم شب و روزگار خوش همتون رو به خدا ایران میسپارم این چیزا غیر قابل تحمله غیر قابل تحمله و با افتخار و هر چیزی که اینا میگن سالهاست و بذار بگم وقت اصلا چی شد که من دینم عوض کردم فکر میکنید می من تاله اینا نگفتم دیگه ولی آدم باید یه جا بگه فکر میکنید من اول مطالعه کردم دینم عوض کردم نه 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 اصلا جرقه اولی که تو ذهن من خورد به خاطر وطن پرستی بود یه کوچولو آره ولی جرقه اولی که به من خورد در مورد این که برم جدی در مورد مسئله مذهبی تحقیق کنم و بعد دینم عوض کردم و آگاهانه این کار کردم و در تمام این سالا مدافع جمهوری اسلامی شدم زیر بار اسلام نرفتم چرا؟ اولین جرقه من چی بود؟ به عنوان یه بچه 14 ساله من 14 سالگی شروع کردم و از 17 سالگی دیدم و عوض کردم الان 40 سالمه 22 سال در اون سن و سال میتونم الان میگردم جوگیره تو اون سن و جوه دیگه الان 40 سالمه دیگه نمیتونم به خودم میگم جوگیره چرا؟ اولین جرقه تو من خورد برای دیدم من اون موقع خیلی علاقه داشتم به لباس های مثلا فشن و اینجور چیزها همیشه تو پاساج فردوسی اینا کار میکردم رفتار این افرادی که اسم اماکن میومدن منکرات میومدن به خاطر برخورد هایی که میشد با ماها حالا تو مهمونی تو پارتی تو غیره یه سری رفتارها رو از این خر مقدسا دیدم گفتم خدایا اگه تو دینت درست فلانه اینا این نتیجه با فطرت من مقایرت داره رفتاری که این خرمصبی ها میکنن با فطرت من مقایرت داره من اون موقع تو چهارده 15 سالگی مجاب کرد که شروع کنم مطالعات عمیقم و آغاز کنم مطالعه کردم و دیدم نه نمیتونم اصلا کلا قبول کنم گفتم خداحافظ از کل داستان اومدم بیرون والا از زمانی هم که کلیت اسلام رو گذاشتم کنار زندگی به من رنگ خوشی نشون داد خیلی تفکراتم هم, هم قبلا غلط بوده ببین شما مردم زده بعدش دیگه حالا در خارج اینا به این نتیجه رسیدیم که نه به هر حال اسلام شیعه به نفع ایرانه برای منافع ملی ما سکوت کردیم ولی دیگه چوب تو مردم نکنید بس دیگه هر چی میشه خدا گفته آقا خدا ببخشید بس دیگه خدایی که انقدر داره فضولی میکنه تو زندگی شخصی من بیخود کرده یه جا میرسونید به خدا آدم چششو ببنده خیلی چیزا رو باز کنه جمع کنی این ستاد امر به این گشت ارشادتون رو جمع کنید هیچ منطقی پشتش نیست صرفا انسان بابت زندگی کردن هزاران سختی داره در بهترین حالتش اینه که صبح باید پاشی فکر ناهار باشی ناهار میخوری فکر شام باشی تازه همه این کارا رو کردی باید بری به نظافتت فلان این چرخه تکرار به خودی خود زندگی آدم رو سخت میکنه خود چرخه تکرار آدم رو اذیت میکنه دیگه دست از سر مردم خود زندگی سختی های فراوان داره این سختی ها رو اضافه تر نکنید فشار رو مردم نیارید خدای من شایده حریف منم ببین نگاه نکن یه رفعه شلوغ میکنید علی امید دانا اینا پشت من خیلی منطق قرار داره کاری نکنید مثل اون یارو مرتی که حرام لقمه زنازاده سید محمد حسینی که کتاب باز میکنه تاریخ ایران رو ورق میزنه و به دروغ تفسیر میکنه شروع کنم کتاب باز کنم و. مردم ها بابا جون مردم آخه ارزش داره شخصیت مردم ارزش داره هر باوری دارید دمتون گرم دیگه باورتون رو با سرنگ تزدیق به مردم نکنید با باتون تزدیق آخه یه تو الان باید بری اینجا آقای عزیز جلسه بذاری بگی چیکار کنی شغل های اینترنتی گسترش پیدا کنه پسرها شاغل بشن که بتونن با دخترها ازدواج کنن. بزنن به تخته که بخش قابل توجهی از اسلامتونم که در مورد ازدواج و مسائل زیر شکمه دیگه. خب حداقل فضاشو محیا کنید مردم برن ازدواج کنن. نه اینکه جلسه بذاریم چیکار کنیم دختر پسرا رو تحقیر کنیم. هر چیزی حدی داره. ما در دنیای تکبودی زندگی نمی کنیم من چون اتفاقا واقفم به اینکه ما در دنیای واقعا با ابعاد بسیار و با بودهای بسیار داریم زندگی میکنیم مدافع شیم مدافع جمهوری اسلامیم چون یک تصویر بزرگی رو دارم میبینم برای همین یک سری چیزا ناسخ و منسوخ میشه برای همین یک سری چیزا تناقض ظاهرا تناقضه ولی اون تصویر کلی رو که میبینم مجبوری از جمهوری اسلامی دفاع کنیم و اتفاقا تقویت اسلام شیعه به نفع ایرانه اما ما داریم مسائل خیلی با ابعاد گسترده نگاه میکنیم ولی شماها با نگاهی محدودتون آدم و مجبور میکنید دهن به دهن بشه باهاتون و شماها آدمای کوچکی هستید که مدافع گشت ارشاد و این جور مسائل مذهبی هستید به این شکله که به زور مردم رو بخوای با حجاب کنین اینا آدمای کوچکی هستید و برای من ننگ باهاتون دهن به دهن کنم برای که وقتی که با آدمایی به شما دهن به دهن میکنیم شخصیت خودمون میاد پایین آدمای کوچک نباید دهن به دهن کردین مثل این براندازان اینا چرا من محل سگ بهشون نمیدم اینا چون آدمای داغونی هستن این خر مقدسام داغون تر از اونا این جلسه خودش توهینه جلسه گذاشتید به جایی که بگید که آقا اصناف اینترنتی باید گسترده تر بشن باید اینا رو با یه کاری کنیم که ایجاد شغل بشه اشتغال زایی بشه جلسه گذاشتید جوری بریم فضولی کنیم مردم رو در برابر مردم قرار بدیم بعد میگیم که آقا همه کار اسرائیل آمریکاست مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا اتفاقا این شعار شعار است. شعار شعار ملیست یادتون باشه ما با اسرائیل و آمریکا مشکل داریم از نظر منافع ملی اگه هر چیزی هم میشه گردن اونا نمیشه انداخت اینو چی بگم یا نفوذی هستید که هستید یا برداشتاتون از مسائل بسیار محدود و حقارت آمیز و در حقیقت تکبوریه که هست یعنی ما با دو بخشن اینا این خر مقدسه دو بخشن یه بخشی نفوزی هن آنوسی هن یه بخشی نه واقعا خرن واقعا خرن نمیدونم چجوری بگم من خیلی ناراحتم خیلی ناراحتم و واقعا آدم نمیدونه چی میگه هر لحظه که میگذره با خانومم که میشینیم بعدی وقتا میگیم آقا خب دنیا خیلی پیچیدگی داره هر لحظه میگذره میگم بابا ما خیلی جاها اشتباه کردیم خیلی جاها کار درستی کردیم اما در مورد اینکه من دینم رو عوض کردم هیچ وقت احساس پشیمونی نکردم راحت شدم والا دست بردارید از مردم به خدا به هر چیزی که شما میگید من کافرم به خدا هر چیزی که شماها می کلی حالا باز دمش کنم اینا شیعن اون یکی اصل کاریاشون اورجین اسلام واقعیشون چیه دیگه اگه امیدانا توهین کرد بابا توهین شما دارید به ما میکنید توهین شما دارید به ملت میکنید دختر مردم وقتی وسط خیابون میگیری بهش میگی این چه لباسیه توهین رو تو داری میکنی توهین میکنید, میکنید. اتفاقا ما توهین نمیکنیم ما دیگه داریم دفاع میکنیم میگیم آقا تو رو خدا و هر چیزی که تو باور داری دمت گرم بچسب بهش ولی تو پاچه من نکن کار نداشته باش دختر من چجوری تو خیابون میخواد را بره یعنی نمیشه قانونه بردهداری هم قانونه این قانون شماست که بگید که چجوری مردم لباس پوشن تو خیابون آقا من ادرار کردم به این قانون تعارف نداریم که هر چیزی حدی داره سر سپیده رشنا من سکوت کردم و عذاب وجدان دارم و گیر میدم به این ستاد امر به مرو به اون هاشمی گلپایگانی و این نوچه هاش من گیر میدم حالا برید بگید اینا ضد انقلاب و اینا مال چه میدونم اندیش کرده هایی مثل چیزی فلان هستن امیدانا رو دیدید دیدید امیدانا نفوذی بود خفه بابا برای من فقط مهم اینه که شب راحت بخوابم خدا رو هزاران مرتبه سپاس که برای مهم فقط پول حلال در بیارم بقیهش دیگه برای من مهم نیست که نظر بخش چهار تا خر مقدس در مورد من چیه برای من اول از همه این چیزی که تو وجودم و همسرم و نگاه معصوم پسرمه برای من اینا مهمه که من میتونم تو چش بچه‌م نگاه کنم نظر خانمم در مورد من چیه و خودم در وجدانم نظرم در مورد خودم چه؟ بقیهش برای من فرعیه دیگه قرمتون برم پاینده ایران جلوی این حرکات خود نیروهای مذهبی وایسن اگر نیروهای مذهبی جلوی این تندروها رو نگیرن انتظار نداشته باشید احترامی برای باوراتون باقی بمونه اینو دارم نگاه فریب این سه چهار میلیون نفری هم که رفتن در اربعین نخورید اینو به براندازان میگم فریب این دو سه میلیونی که در 25 خرداد برای موسوی اومدن بیرون نخورید جامعه اینجوری نیست جامعه 85 میلیونه یادتون باشه ما بخش قابل توجهی مذهبی داریم بخش قابل توجهی هم امور داریم که اصلا دیگه دینگوری زنا باید یک پولاریسم ایجاد کرد هممون باید کنار همدیگه زندگی کنیم فریب فقط تجمعات و اینا رو نخوریم یکی از دلایل موفقیت من هم این بوده که هیچ وقت فریب لایکا و مخاطبای خودم رو نخوردم که زیادن جامعه 85 میلیونه همه چی رو با هم بررسی کنم. نگاه تکبودی رو بذارید کنار ببخشید زیاد صحبت کنم پاینده ایران